همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست برای بررسی بیشتر این موضوع مراد اینطور به نظر میسه که جمهوری اسلامی اساسا به دنبال تزریق التهاب به جامعه است الان چرا این احکام صدور احکام اعدام برای چیست به نظر این رفتارها بیشتر ناشی از ترس تا اقتدار البته واسه میخوام صدور احکام محاربه و افساد فلرس این حکم ها معمولا نشانه ترس نه اقتدار حکومت هایی که در آستانه فروپاشی هن. بحران مشروعیت دارن بحران کارآمدی دارن در دوره آخر حیات خودشون برخوردهای های و شدیدتری میکنن و فکر میکنن که میترسونن معترضان رو و معترضان عقب میشینن علت صدور احکام محارب و اینا هم همینه در درجه اول میخوان بترسونن نکته دوم اینه که ایزه یکی از کانونهای اصلی اعتراضات در های گذشته بوده یه شهر کوچی که من رفتم دیدم ولی خیلی پررنگ در اعتراضات با اسم کیان پیرفلک مطرح شد و ایزه ای هایی که مدام با رفتن سر خاک کیان پیرفلک این موضوع رو زنده نگه میدارن سوم اینه که خوزستان یکی از معترضترین استانها در سالهای اخیر بوده و چهارم اینه که حکومت در مجموع دنبال این هست که از طریق این نوع حکم‌ها مانع از بازگشت موج دوم اعتراضات بشه که ما می‌بینیم که الان هم هاش وجود داره یعنی در بحث‌های کارگری بحث هجاب این‌ها موقعی که داریم نگاه میکنیم ما بعد از سال جدید با دو موج جدید اعتراضات روبرو بودیم موج اول مقاومت مدنی زنان در مقابل حجاب اجباری و موج دوم که در 72 ساعت گذشته شاهدش بودیم گسترش اعتراضات کارگری مخصوصا در صنایع پالشگاهی و فولاده این ثابت میکنه که جنبش های مختلف در ایران جنبش های کارگری زنان دارن همدیگر رو پیدا میکنن هیچ کدوم از این جنبشها ها به تنهایی اینقدر قدرت ندارن که جمهوری اسلامی سرنگون کنن ولی موقعی که میان به اشکال مستقیم و غیر مستقیم از همدیگه حمایت میکنن این نقش هم تکمیلی برای هم قائل میشن توانشون اضافه میشه و احتمال یعنی که به اهدافشون برسن در مجموع بیشتر میشه مراد یکی از ویژگی هایی که برای نافرمانی های مدنی مثل همین مبارزه با حجاب اجباری یا همین اعتراضات کارگری که شاهدش هستیم ذکر می‌کنن این هست که باعث میشه این اعتراض رو به بخش مختلف جامعه گسترش بده بعد از اعتراض به حجاب اجباری شاید هستیم الان اعتراضات کارگری داره شکل میگیره چقدر فکر میکنی که این اتفاق داره میفته داره اعتراضات گسترده‌تر میشه در بخش مختلف جامعه افتاده به نظرم ببینید انقلاب ها محصول یه اتفاقه اگرچه دهها دلیل توش هست دهها ها بود و جزیات داره ولی در انقلاب یه اتفاق میفته که دیگه اون جنبش انقلابی شکل میگیره و اون اینی که مسئله اعتراض و کنش خیابانی مسئله همه مردم میشه هیچ وقت ما اندازه شیش ماه گذشته این رو در 44 سال گذشته شاهد نبودیم در 44 سال گذشته هر بخشی می اومد اعتراض میکرد در یک مدتی میرفت ولی در 6 ماه گذشته اعتراض به حاکمیت و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سوال در مورد اینکه که کی جمهوری اسلامی میفته مسئله عمومی همه خانواده ها شده یعنی شما موقعی که به لحاظ اکادمیک هم قضیه رو نگاه میکنید مطالعات انقلاب نگاه میکنید این اتفاق افتاده یعنی همه مردم ایران مسئله اعتراضات مسئله شونه چه طرفدار حکومت باشن که یه اقلیتی چه اکثریت که خواهان رفتن جمهوری اسلامیه اصلا برای حکومت و طرفداراش و مردمی که میخوان جمهوری اسلامی بره دو تا سوال شده سوال اصلی همه مردم حکومت میگه این اعتراضات کی تموم میشه مردم میگه این آخوندا کی میرن و کی جمهوری اسلامی سرنگون میشه چون مسئله دیگه شده مسئله عمومی مردم و فکر میکنم الان ما یه جدال فیصل بخش داریم بین اکثریت مردم و حکومت و اقلیتی که طرفدارش هست ممنونم از تو مراد ویسی